سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما رو هم چه کوکتل تیوی خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه. قرار با هم به چی ریاکشن بریم؟ آهنگ جدیدی اومده از مشکی و اولین ریاکشن من هست به مشکی. احتمالا اسمش رو شنیدید توی اعتراضایی که خیلی قوقا کرده بود و آهنگای باحالی هم از خوش منتشر کرده بود و مثل اینکه یک آهنگ داده که دیسه و ربطی داره به این بیفی که داشتیم که بین شاپور و پوری بود و خیلی درخواست داشتید و گفتم که چرا که نه، بیایم با هم ریاکشن بریم ببینیم که چجوری هست. اما قبل از هر چیزی یادتون باشه حتما کانال سابسکرایب کنید، اگر ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و به اشتراک بذارید، اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلشو بنویسید، البته دلیل منطقی. صحبت دیگه باقی نمیمونه، میریم با هم این آهنگی رو که اسمش دولبست رو ریاکشنش رو داشته باشیم. حساب من از همتون سواسو، ولی به تو نمیرسه با ما برادر باشی، چون جا به جا میکنم انرژی فر و ابعادی. راستا شیرو بیار، چغال فراری بهت نمیرسه، هشت شیم به تو هم میسرفید. اینجا بودی تو پاسکا قناری، از چیزایی که میگید فقط فیلمشو دیدید. سند حرفای شاپور داره میزنه دیگه، چون شاپور گفت میایم قلعه، منظورش علموت بود. هشاشین توی یکی از این دیسا، انقدر دیسا زیاد شد من اسمشو با هم قاطی میکنم. هش رو دیس داشتیم. فید اینجا بودید تو پاسکا قناری، از چیزایی که میگید فقط فیلمشو دیدید. سند حرفای داشتم از پاسای فدایی، جونی علموت تو قلب ایران، نه شهر قربه. کدوم پاسا؟ سسانتی کیه؟ پوری هم داره میزنه؟ ارباب تو اون سسانتی واسه هم دست به کلت هم؟ دلاشی نمیده تم به قدرت، ارباب تو اون سسانتی برام دست به کلت هم، همسال شما با علی نجات جرق خوردن. من به ادر ای مسیح علی نجات میگه دیگه. اوکی تو اون سسانتی برام دست به کلت هم، همسال شما با علی نجات جرق خوردن. من به ادر اومده هم اتونه کشت دادن قاسمین و فهمیده که بهتون پشت پا زده داریوش و گایدین رو هروین و کس چرا خره الف و آخره مجید رضا تو کس مادرت انقدر گون بابا آروم. قاسمی که علی قافه دیگه. در اومده همتون کشته دادن قاسمین و فهمیده که بهتون پشت پا زده داریوش گایدین. نه داره میگه شما این کارهای سیاسی اینو که میکنید پول در میارید دیگه، و باید جوون ها کشته بشن که شما بتونید پول در بیارید، حالا راجعش بخورید و اینا. داریوش هم گایدین رو هروئین و چراخره که صحبت هایی که بود که میگفتن مهدیار باعث بود که اینجوری بشه و آلبوم ها آهنگ هایی که پخش نکردن، حالا وایس هایی بود که پخش شده بود، یکی زنگ زده بود ضبط کرد، از این حرفا بود دیگه. این رو هروئین و کس چرا خره الف و آخره مجید رضا تو کس مادر، الف آخر مجید رضا. الف که حالا خب اینجا هم اشاره داره به الف که خود فدایی باشه تو آلبوم حقم راجبش حرف میزد. مجید رضا کیه؟ خودشه مجید رضا. ارت انگا گنده می کوتی اپا نچای چاقی هم نزگر نه تش جنده یه شیاطین هایی قربون سوراخ صورتی قش فدایی داشتی کل رزومه یه سیاسی تو عشقشین گایید مشکی منم تو نمیفهم اصلا چرا باید این دیست سرکو بدی؟ متوجه آهنگ دارم نمیشم اصلا، دلیل این آهنگ چیست؟ صورتی قش فدایی داشتی کل رزومه یه سیاسی تو عشقشین گایید مشکی منم تو رگم میجوشه خونه سبا برسه چیزی هم که تشویز سباه که میدونید دیگه تو قلعه علموت بود و این داستان ها که فهم کنم اصلا نمیدونم بنیان گذار هشاشین بود اگه اشتباه نکنم، نمیدونم. سی تو هشاشین گایید مشکی منم تو رگم میجوشه خونه سباه برسه چیزی هم که تشویز داره کونه دجال و زد اعتراض و ترکت دست منه، ولی مشکی یکی نمیشه با تو طول مدیا بله. اسم آهنگ فدایی که مشکی بود که یکم هم فاز مدداهی طور داشت اون حالتی که بود میخون، اینجا به اون اشاره میکنه. اعتراض و ترک دست منه، ولی مشکی یکی نمیشه با تو طول مدیا بعد رفتن سروش گیرم تو ملتفت خونخاری شما دقیقا کر دولته، چه تو پاریس چه هولند و چه کف تهران، مشکی زلفقاره میزنتتون دولبه تهران که الان خب قافو که خود گفتی جدا شد، توی شاپور که هلند، پاریس هم حالا فرانسه هم که مهدیار و چیز هستن دیگه فدایی، برای همین به این اشاره میکنه. تو پاریس چه هلند و چه کف تهران، مشکی زلفقاره میزنتتون دولبه.
اشاشین 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 ها میان اشاشین 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 ها کیان اشاشین ماییم اشاشین ها میان اشاشین ها بیان همه تونو سری میگان اشاشین وحشی دوست دارم اشاشین ها کیان اشاشین 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 ها میان اشاشین ماییم اشاشین ها کیان اشاشین ها بیان همه تونو درجا میگان اشاشین 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 ها کیان اشاشین اشاشین ها کیان اشاشین ماییم اشاشین ها کیان اشاشین ها بیان همه تونو درجا میگان. قیافه این دوستمونه چرا نشون داد؟ با توجه به رزومه سیاسی که داره و خودشون نشون نمیده نمیدون. اوکی دولبه رو شنیدیم با هم از مشکی. اشاره به این شمشیرهای دولبه شاید داره و نه با این وره بی فود به نظر، نه با اون وره بیف، و بیشتر به نظر میاد به خاطر اون اسمی که از قلعه علموت اومده بود و هشاشین قاطی کرده بود که آقا ما مایه نذارده که مثلا معترضا هم چیز گذاشتیم مایه گذاشتیم اینا، ما خودمون مثلا کف ایران بودیم و خوندیم و این داستان ها به این شکل. و یه نکته که بزنم میزنه شاید بعضی مثلا کامنت بزنن که میگن اون داره مثلا با ماسک رپ میکنه چی میگه و اینا، ولی زمانی که تو میخوای یه کاریو بکنی که ریسک داره اول باید ببینی ریسک پذیریشو داری یا نه، و زمانی که ریسکو قبول کردی باید ببینی چه کارهایی میتونی بکنی که اون ریسک رو به حداقل برسونی. یعنی ما خود مثلا کسایی که توی خود انگلیس هم UK دریل دارن کار میکنن میبینیم که اونایی که واقعا خب ماسک دارن دیگه و نو فیس نو کیس داستان دیگه، این وقتی میخوای تو ایران سیاسی کار کنی و اینا باید اینجوری باشه. حالا انقدر با توجه به کسی که خودش سیاسی اینجوری به ملتفت بزنه عجیبه واسه من. یکم هم میره سمت موج سواری و اینکه خب الان یه کوچولو ملتفت ضعیفه. مشکی هم که خودش به نوعی قدیم ما میدیدیم که تو زمان اعتراضا و این داستان هم مسیر بود، الان روی این داستان گرفته. و یه نکته که میخوام اشاره کنم الان که زمانی که کار خوب میاد مخاطبا خیلی اینجوری نیستن که برو اینو ریاکشن برو، و زمانی که دیسه حالا به هر دلیلی خیلی کامنتو بر میشه که مثلا اینو برو دیس کرده فلان و اینا، خب ما هم به تبع درخواست مردم میریم و ویوش هم خوب خواهد بود دیگه، چرا که نه. از هر دو طرف هم مردم دوست دارن هم ویو خوبی خواهد داشت وقتی خب مردم درخواست زیاد میکنن. و یکی دلایلی که شاید خیلی‌ها بی ربط وسط یه سری بازی میپرن، این بهونه‌ای که برای وارد این دیس شدن این بوده که تو علموتو گفتی همچین چیز نیست. نمیم مثلا ارق ملی، مثلا ارق به محل اونجایی که مثلا از بچه محلای ما نگو اجای ما نگو اینا توی دور و زمونه خیلی جذاب نیست. ولی در کل آهنگ با اینکه 1:48 بود بیته هم باحال بود ولی میتونست بهتر باشه، ولی با اینکه 1:48 بود انصارش هم پانچای کوبنده باشه. اکثر حرفایی که میزد حرفایی بود که شاید خیلی ها مینویسن توی توییتر راجع به فدایی شاپور و بقیه دوستان. و جالب اینجا بود که مثلا بعضی چیزا مثلا خود فدایی توی یادگاری میگفت قاسمی مثلا زودتر از ما گذاشت رفت و اینها، و اینجا حالا اینو برعکس که میگه اصلا قاسمی اگر ملتفت نیست به خاطر شماهاست، مثلا به خاطر اینکه اینه، در حالی که مثلا خودشون گفته بودن اونجوریه و قاسمی با هیچ کس به هم زدم و علی قاف خودمون. و نه اکثر حرفایی که داشتیم انتظار وقتی 1:48 پانچ بزنید بترکونی دیگه اگه قرار بیا مثلا تو این بازی و اینها. بد نبود به عنوان یک پیام بازرگانی که وسط این بیف داشتیم بد نبود، اما خیلی چیزی ات نمی‌کرد به بازی و اسکیل خاصی از خودش به اون شکل داشت نشون نمیداد که حالا که ما داریم اینجا به هر حال وسط این بیف اومدن و اون دوباره جیمی جامپ بازیه ویو خوبی رو خواهد داشت، مثل یک بیلبوردی میمونه که تو داری اونجا تبلیغ مجانی میکنی. خب اینجا تو باید بسته خودتو بذاری و اون فازو به من نمیداد که بسته بود. اگه بستش اینه که کار داره. و میگم آهنگ که 1 دقیقه است، 1 ورس داره و 1 هوک، تو باید دیگه رنده کنی کارو. ولی خب در کل فکر کنم به خاطر این هاردکور بودنش خیلی هاردکور رپر باحالیه، ولی جا داره که بهتر باشه. به خاطر این هاردکور بودنش فکر کنم که یه کوچولو خاصه و
جایی داره فعالیت میکنه که خیلی رقیبی نداره و همین اینو خواستش میکنه و توی چشم میارتش. ولی بازم میگم نمیفهمم چرا این وسط باید خودتو قاطی بکنی او که اصلا اسم اومده و اینها. حالا چون از علموت گفتن، حالا من به عنوان کسی که بچه فکر کنم قلموت تو قزوینه دیگه، اگه اشتباه نکنم بچه اون منطقه هستم، بخوام بیام و ناراحت بشم. در کل کار وایبشو داشت، اون هایپر رو بهت میداد ولی اسکیل اونقدر خفن نبود و پشت این هایپر یکم قایم میشد و فکر کنم سنش کم مشکی ولی آینده داره، یعنی این میتونه جذاب باشه. ولی الان چرا باید وارد این بازی بشی و نمیفهمم. و میگم حالا ملتفت یه کوچولو، بیشتر از یه کوچولو الان توی موزه ضعفه و به عنوان یه آدمی که نه سر پیازی نه ته پیاز بخوای از این ضعف استفاده بکنی که مشت و لگدی رو بزنی، سیاست جالبی نیست واسه من با توجه به اتفاقاتی هم که افتاده این چند روز و موجی که الان هست. میتونه بازخورد خوبی داشته باشه، نظرها رو هم جلب بکنه، اما کار درستی نیست به نظر من، سیاست کاری رو دوست ندارم. خلاصه این بود از این. در کل بهشون خسته نباشید میگم و دمشون گرم. در آینده ببینیم مشکی چه جوری کار میکنه، پتانسیلش رو داره. خلاصه نظر شما چی بود حتما توی کامنت ها بنویسید. امیدوارم حالتون توپ خوب عالی و بمب باشه. مرسی که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید. تا ویدیو بعدی، سی یو سون.